فرانکفورتر آلگماینه به دستور دادگاه آلمان افتراءات کذب علیه مجاهدین را حذف کرد. دادگاه به فرانکفورتر آلگماینه دستور داد هر سه فقره افتراء علیه مجاهدین را از گزارش آنلاین خود حذف و دیگر تکرار نکند. دادگاه اعلام کرد این دعاوی را باید خلاف واقع تلقی کرد، حتی اگر این افتراءات نه به عنوان واقعیت بلکه تحت عنوان ظن و گمان هم منتشر می شد، باز هم اصول گزارشدهی ژورنالیستی رعایت نشده بود. صحبت از شکنجه و آزار در سازمان توسط بریدگان، ممنوعیت ارتباط با خویشاوندان و تلفن دستی و اینکه گویی یا مجاهدین با کمک عربستان سعودی به آلبانی منتقل شده اند افترا و خلاف واقع است و دادگاه دستور به حذف آنها می دهد. سخنگوی مجاهدین: حکم دادگاه در مورد آلگماینه پس از اشپیگل هشداری است دوباره به کلیه رسانه‌ها و کسانی که به طرح ادعاها و افتراءات آخوند پسند علیه مجاهدین مبادرت می‌کنند. کسانی که سفارشات رژیم و دستگاه‌های اطلاعاتی آن را منعکس یا رله می‌کنند، روزی فاش خواهد شد که چند و چی و چگونه گرفتند. ما علیه یک رسانه عادی شکایت نکردیم، یک رسانه به اصطلاح معتبر علیه شکایت کردیم. شکایت از روزنامه مثل فرانکفورتر آلگماینه یک امری نیست که هر روز اتفاق بیفته، و تازه اینکه نهایتاً دادگاه حق رو هم 100-100 به شاکی بده، یعنی توی اینجا توی این پرونده به شورای ملی مقاومت و به مجاهدین در اشرف سه که موضوع و سوژه اصلی این مقاله بودند. این حکم حتما تأثیرات خاص خودش رو میذاره، تا همین نقطه‌اش رو ما الان داریم میبینیم. اول از همه من فکر میکنم که در جبهه مدافعان مقاومت ایران و مجاهدین خلق این جبهه حمایتشون رو از این جنبش مستحکمتر میکنه، متقاعدتر میشن در حمایتشون، چون با یک رأی دادگاهی براءت مجاهدین از این اتهامات تایید شد. ثانیاً این حکم علیه روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، اونم یک سال بعد از حکم مشابهی که علیه هفته‌نامه اشپیگل بود به خاطر افترا زدن به مجاهدین. الان این حکم در پی حکمی که قبلا هم صادر شده بود یک پایه محکم حقوقی محسوب میشه و یک هشدار هست به همه طرفایی که تو هر لباسی، اعم از خبرنگار یا سیاستمدار یا هر پوش دیگه‌ای، در همدستی با آخوندها، در تبانی با آخوندها و برای خوشامد با آخوندها مجاهدین رو و مقاومت ایران رو سیبل افترا و ادعاهاشون، ادعای دروغشون، ادعای کذبشون میکنه. اما در ورای اینا فکر میکنم که مهمترین ضرر کننده این حکم رژیم آخوندی هست، چون حکم به وضوح روی باطل بودن سه ادعای مشخص تاکید میکنه. بله.
ادعاهایی که رژیم و عواملش برای شیطان سازی علی مجاهدین روی این ادعا سرمایه گذاری کردن، این حکم یک سرمایه گذاری رو میسوزونه و من فکر میکنم برای کسی الان دیگه پوشیده نیست که تبلیغات رژیم و شیطان سازیش علی مجاهدین ریشه توی ضعف این رژیم داره، ریشه توی این داره که این مقاومت خب پایش در داخل ایران روز به طور روز افزون گسترش پیدا میکنه و فکر میکنم که خب وظیفه ما هست طبعا در مقابل این توطئه ها اینا رو برگردونیم به خود رژیم و فکر کنم دادگاه هم حکم این دادگاه آلمان هم یک گواهی خوبی هست برای جواب داشتن این مسئله. شک نکنید هر جایی که یک خطر آزادی، عدالت و حاکمیت قانون وجود داشته باشه مقاومت ما حتما پیروز میشه.